کن، خودت دو خط بنویس دوستان درود بر شما، برای همه بفرست. یارو اونو قبولتر داره تا اینکه شما اونا رو میفرستید. اینو فهمیدین عزیزان من؟ اینا رو فهمیدین تخلیه اطلاعاتی یعنی چی؟ این گروه هایی که میسازن همه جا، واتساپ، تلگرام، بعد یه یعنی چیز دیگه نمیدونید بهتون بگم. چرا که ما خیلی ساده لوحیم، خیلی گول میخوریم، خیلی زود گول میخوریم. تو تا هر گروهی که بسازید توی تلگرام، هر گروه تو ایران که باشی، بعد ماهی یه بار حداقل 15 از این بار به زنگ میزنم بریم اداره آگاهی پاسخگو باشی. درست مثل اونه که تو یک روزنامه داری، یک فلان داری، همه روزنامه نگاره اونه که روزنامه دارن، تلویزیون دارن، رادیو دارن، یک مأمور اطلاعاتی هم دارن، همه جای دنیا، فرانسه هم داره و شنود هم حالا که میگم میکنن، همه جام شنود میکنن. آقا رئیس جمهور یک مملکت بالاتر ازش داریم، نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه است، رئیس جمهور فرانسه. الان داره میره دادگاه همین روزا. تو دادگاه دیروز خودش گفت، گفت آقا حدود 30,000 بار تلفن منو اکوت، یعنی شنود کردن. گفت تو 30,000 تا که همش من با زنم، بچم، دوستام، رفقا میگفتم، میخندیدم، صحبت میگردم، 5 موردش بوده که من پارتی بازی کردم اون یه حرفا تو وقتی رئیس جمهور بودم. حالا 5 تا گرفتن اون 30,000 تا هم گوش کردن. پس متوجه میشید که دنیا دست کیه؟ دنیا دست اینه که حتی تو رئیس جمهور فرانسه هم که باشه شنودت میکنن، بقیه افراد هم شنود میکنن، تخلیه اطلاعاتی میکنن. بعد اونجاست که بهره میبرن، سود میبرن از این تخلیه اطلاعاتی که کردند و شما رو گرفتن. زرنگ باشید، باهوش باشید. و مبارزه و نبرد با تلگرام نیست، با واتساپ نیست، پیغام بفرستید و فکر کنید من گروه دارم. یارو فکر میکنه یک تلویزیون داره، الان مثلا CNN چیزی داره، من گروه من 145 نفرم توش عضو هستن. بعد بعضی از این گروه های تلگرامی رو میتونن این ارقام و آدم ها رو روش ببرن بالا بیارن پایین. مثلا من یه تفلیک آقای چیز زعزمی که گرفتن الان در خطر ادامه هم هست، یه 500,000 نفر میدیدن. خب 500,000 نفر میتونستن کنترل کنن. بعد خود وزارت اطلاعات گفت خطرناک نیست. یعنی چی؟ یعنی 500,000 تا اطلاعات مردم رو گرفته، جدا از اون که چیز کرده تو خود ایران اینو داره کار میکنه. حالا بعضی اینا میان اسمای خارج از کشوری، شماره تلفن‌های خارج از کشوری میزنن. اینم بهتون بگم، باز یاد بگیرید درس بچه‌ها، مردم، آقاها، پیرا، جوونا، یارو میاد خارج از کشور، هر جا تو دلت میخواد دیگه، الان هست ترک، اروپا، آمریکا، کانادا، میتونه شماره تلفن که سر 100 تا شماره تلفن داشته باشی. خیلی شماره تلفن بهت مجانی میدن، مجانی تل شماره رو بهت میده. خیلی ماهی $1 to $5 آبونه میگیره ازت، $1 to $5. تو با هر شماره تلفنی میتونی یک عالم تلگرام واکنی، واتساپ واکنی، اینستا واکنی، کاری که کردن. و قدرت جاسوسی قوی باشه، مملکتی رو میتونن نگه دارن، رو پاشو ازش بهره ببرن. هر کشوری که خوب مونده به خاطر اطلاعاتش بوده، سازمانهای اطلاعاتی قوی داشتن. متوجه شدین؟ اینجا تا اینجا داشتید عزیزان من؟ خیلی خوب، اینو یاد بگیرید. من فاوشو گفتم، ویشو گفتم، دیگه تا ابد باید بخونید. ولیها و اماها و پریزاداشو برید بخونید. بازیچه اینا نشید. پاشید یه کاری کنید، مملکت داره میره، مردم دارن میرن. سر شما، من و شما رو بند کردن به تلگرام و واتساپ و سر صبح پاشید چیک میفرستی، آدم های جدید هم میان. باز عجب عکس قشنگی، عجب موزیک قشنگیه. اونا بیکار نشستن برای تو اینا رو بفرستن که تو فقط روش یک کلیک کنی. خب عقلی، دانشی، خردی، شعوری، همونجور بیکار. نگه نشنیدین از قدیم میگن گربه واسه محض رضای خدا؟ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. حتما یک دلیل داره که موش میگیره. نسبا با قول فرزه نسبا، یعنی آیا این چنین نیست؟ خب هست بوده.
نشد نشد دلش کن مرسی فکر وفادار بکن شد شد نشد نشد دلش کن دنبال دل برز و برو شد شد نشد نشد دلش کن ای بلا هرچی بلد بودی بگو شد شد نشد نشد دلش کن دلش کن ماما ماشاءالله ای بالله جونم شاید کلکی تو کاره نکن تو نازوش عشب نیابی مزه نبر تو اسم آشتی آشتی دیگه نداشتی بیان که کار ماغم پس از این زاری شد ببین که روزگارم چه سیاه کاری شد بیان که کار ماغم پس از این زاری شد ببین که روزگارم چه سیاه کاری شده. حالا عزیزان من مورد دیگه‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم این جریان کرونا ویروس و جهان نو. جهان نو تشکیل شده همین یک نمونه چی که بهتون عرض کردم که شما تلفن و اینترنت و تو اصلا بلد نیست ازش استفاده کنی، بلد نیست طرف خاموش روشنش بکنه و بعد اینطوری. خب دنیا هم این دنیا یک گلوبالیست، اقتصاد جهانی، اقتصاد جهانی هیمن میگم شما فعلا کن فقط جورج سوروسه، بیل گیته. اقتصاد جهانی یک گروه سرمایه‌داران مدرن جدید بورسی هستند. تو اینا خیلی آدمای خوب داره، تو اینا خیلی انسان‌های بزرگواری داره، تو اینا خیلی انسان داره که مثل ادیسونن، از پیغمبر با شرفتر، انسانتر، مهربانترن. استیو جابز هست که مرد رفت، دیدینم چجوری رفت. استیو جابز آپل رو اون ساخت ولی افتاد دست بیل گیت. یارو بیل زنه کارش هم میگن خرابه، یعنی نزدیکانش که از بچگی میشن میگن که مشکل روانی داره. حالا اگه میخواد دنیا رو خراب کنه، جورج سوروس دنیا رو نمیخواست خراب کنه، اون میخواست دنیا رو بسازه. ولی تو این گروهه، تو این گروه همه برای یکی، یکی برای همه، متحد هستن، همبسته هستن، ولی همشون هم مثل هم فکر نمی کنن. ولی یکی که تصمیم میگیره میره قدرتمند، میره جلو، موفق میشه، موفقه. یک جوونی میاد به نام ایلون ماسک، ایلون ماسک میاد پیپال رو وام میکنه. پیپال از آرزوهای مارشال منش، رفیق من بود در امریکا، هنرپیشه برجسته هالیوود هست، مارشال منش که از قدیم، آخه منم از قدیم، من از سال 94 اولین کسای ایرانی بودم که با اینترنت آشنا شدم، به خاطر این چی که تو فرانسه بودم و کار فرانسوی میکردم، اولین کسی بودم که تو فرانسه سیبر کافه وا کردم، آموزشگاه اینترنت وا کردم تو فرانسه. تو فرانسه شوخی هم نیست، اسنادش هست. اکثر این شخصیت هایی که شما الان میبینید، سیاسی اینا، غیره، همه اینا رو من با اینترنت آشنا کردم، براش ایمیل وا کردم، صفحه وا کردم اینا. ولی جالبه که بعضیشون اینقدر نمیدونستن چی به چیه. مثلا من برای یک از رفیقامون، حالا 10 تا رفیق، 100 تا رفیق، صفحه اینترنتی وا کرده بودی که مثلا کاراش اونجا گذاشته بودیم. یک بعدن نگو میاد یک کسی دیگه هم با همون اسم، آخه مثلا تو میزنی سیاوش اوستا دات کام، دات نت هست، دات اورگ هست، دات پی ام هست، او هزار تا دات دیگه هم هست، یعنی تو میتونی بگیری هم رو. نگو یکی دیگه هم اومده بود برای این وا کرده بود، ولی اون دشمنی بود، منم که نمیدونستم. اون تو این سایت بی فوش میداد. ما یک نمونه است که خوبه بدونید، منم که نمیدونستم. یه روز از من خودش فرصت پرسید، گفت خودش نه یه جایی بودیم یکی